سلام، من سینا ولی الله هستم و با فصل جدید مجموعه برنامه‌های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما. همه میدونید که سالها هر فصل جدید برنامه تقریبا همین موقع‌ها شروع میشه، حالا یه هفته زودتر یا دیرتر. اما از اونجایی که فصل قبل اولین قسمت‌ها همزمان شد با جاودانه شدن مهسا امینی و بعد از اون دیگه هیچی مثل قبل نشد، ما هم تصمیم گرفتیم به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد رمز شدن اسم مهسا، اولین برنامه این فصل رو تقدیم کنیم به همه زنان زجر کشیده و آزاده وطن. همراه ما باشید. شادی خانم چه خبر؟ خبرها مثل که خیلی داغه. خیلی ببینیم. خبر داغ داریم. مهمون امشب ما مهمون عادی نیست. نه. مهمون ما یکی از زنان بسیار هنرمند و پر افتخار کشورمونه. اقونوس وطن گلشیفته فراهانی. میتونستی خودت معرفی کنی تو؟ نه دیگه. چرا؟ چون این مدل معرفی من بود دیگه، میام من اینجا شروع میکنم مونولوگو میرم. نه دیگه، من باید میگفتم من سینا ونیولا هستم با یکی دیگه از برنامه های چند شنبه با سینا. که نگفتی؟ نه دیگه، گفتی نگو دیگه، بیا تو. نه خوب بود، به هر حال تو همینجاش هم که اومدی مخاطب بنز کافی سورپرایز شد از دیدنه. منو گلشیفته سال هاست که با هم رفیقیم، ولی اینکه چرا این همه سال طول کشیده که همین اینجا بشینه، این خودش یه سوال دیگه است که خودش جواب بده، چون من جوابشو دیگه هی گفتم برم یا که نرم. خب برو بابا، اگه نرم کلا میسرم. برو بابا. نه خب انگار نمیدونستم چی بگم، مثل یه انقدر حرف داشتم برای زدن که نمیدونستم از کجا شروع کنم، نمیدونستم کی شروع کنم، نمیدونستم از کجا بگم. و هر سال هی یک سری چیزهای اضافه میشد و هی میگفتم اینا رو کی بگم، کجا بگم. و بعد هم میدونستم که باید به شما بگم. قربونت برم. ولی خب اینقدر وایسادی که دیگه یه برنامه کامل مجبوریم به همه حرفات اختصاص بدیم، چون فکر میکنم به این سادگی این صحبت ها این حرفات تموم بشه. 16 سال تو از وطن و فیلم و سینما و اون دنیای بازیگری و هنر هفتم وطن به اجبار دور بودی و سالها هم هیچ وقت نه کار ایرانی رو انجام دادی نه پروژه‌ای، همه مثلا حتی کار افغان انجام دادی، سنگ صبور رو، کار فرانسوی داشتی، کارهای مختلف داشتی، ولی هیچ کار ایرانی انجام ندادی تا همین اواخر که فکر می‌کنم یکی دو تا پروژه ایرانی بهت مراجعه شد و قبول کردی. کار چیه؟ این کاری که کردیم لولیتا، خواندن لولیتا در تهرانه. خب. که کتابی بود که در سال 2003 خانم آذر نفیسی نوشتن که بستلر بود و خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه واقعا. خب اوایلی که از ایران اومده بودم تمام نقشایی که به طرفم میومد نقشای تو ایران بود، توی خاورمیانه بود، تروریست بود، تمام چیزایی بود که یه جوری تو این جبر جغرافیایی به ما وصلن و من دیدم من اصلا نمیخوام توی این کادر باشم و
فقط گفتم نه 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 و قبول نکردم و تمام این سوال ها قبول نکردم کارهایی که هیچ وقت من هیچ فیلمی ازت ندیدم که اکثر فیلم هایی که بازی کرده نقش هایی که داری هیچ ربطی به منطقه‌ای که ازش اومدی و معمولا توی هالیوود ازش استفاده میکنن اون منطقه رو برای ساختن کاراکترهای مختلف نداشتی و این خودش خیلی جالبه. از تجربیات توی همین فیلم لولیتا بگو که ببینیم کجا فیلم برداری کردین؟ تو خیلی شبیه تهرانه مثلا روم که اصلا خب چه جالب چون ما تصاویر و عکساشو که میدیدیم حالا جالب شبیه امپراتوری روم امپراتوری ایران حالا خیلی جالب بود که اصلا ما از روم حالا هیچ وقت تو هیچ فیلمی نمیشه تهران و ایران و اونجوری که ایران هست و ساخت همیشه باید از یه چیزای کوتاه بیایم ما هم همه کوتاه اومدیم باید نمیشه آخه تهران رو که نمیشه ساخت خارج از تهران اصلا معروف ترینش دیگه سریال تهران بود دیگه آره. سریال تهران بود که کل آره داستان توی تهران مثلا میگذره ولی توی آتنه آتن بله ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم روم رو به عنوان ایران بتونن جا بزنن چاره ای نیست دیگه یعنی واقعا یا باید بگیم آقا ما این داستانا رو نمیتونیم تعریف کنیم یا یه جاهایی باید کوتاه بیایم ولی چه کیفی داشت یعنی برای بعد از 15 سال که من به زبون هندی چه میدونم انگلیسی افغانی فرانسه به هر چی شما فکر بکنین از نقش جادوگر گرفته کاراکترهای مختلف و متضاد در چه میدونم قرن 18 نیویورک هر جا این دیالوگا رو گفتن خیلی سخته ولی به فارسی اصلا باورتون نمیشه من شب نگاه نمیکردم صبح میخوایم چیکار کنیم یعنی روی میز گیریم این یه نگاه میکردم و این دیالوگا اصلا یه جوری میم اصلا با خودم گفتم چه فرقی من چه زندگی رو نکردم این 15 سال چه اشتباهی کردم چه چقدر کیف داره به فارسی حرف زدن به زبون خودت اگر بتونی اصلا یه دنیای دیگه است بعد چون توی فیلم انگلیسی هم حرف میزنیم اصلا اون زبون فارسی به من کمک کرد اون انگلیسی هم که تو اون فیلم حرف میزنم یه جنس دیگه داره یه راحتی دیگه ای داره ریلکسی خودتی اصلا انگار که یه دنیای دیگه است این خودت بودنه چون به هر حال تو هنرمند رهایی هستی یعنی خودت رو درگیر حواشی و چارچوب و فریم و اینا نمی کنی ولی خب خودت داری میگی تو آثار انگلیسی و کارهای دیگه که کار کردی سخت بوده واسه به هر حال به زبون فرانسه و انگلیسی و اینا دیالوگ بگی و فارسی رو راحت باش ارتباط برقرار می‌کرد حتی مثلا رو میز بوده و نگاه نمی‌کرد می‌خوام ببینم این به خاطر جو تیم بوده فیلمبردارا بچه‌ها چون می‌نویسن همه ایرانیان همه بچه‌هایی هستن که دوست و رفیق و آشنا و دور و بریاتن اینجوری راحت بودی یا به خاطر اینکه فیلم ایرانی بود حقیقتش رو بگم من اصلا این فیلمو نمی‌خواستم قبول کنم چون وحشت داشتم یعنی تمام دوستان می‌دونستان که من دارم سکته میکنم که قرار فارسی حرف بزنم چرا؟ اصلا احساس میکنم زبونم رو از دست دادم یعنی من وقتی از ایران رفتم دیگه نتونستم به فارسی بخونم نتونستم به فارسی یعنی برای این بقا من خودم رو مجبور شدم بندازم توی اقیانوسی مثلا فرانسه حرف نمیزدم که من فکر میگم تو فرانسه رو بچگی حرف میزدی حرف نمیزدی تو مگه در دوران کودکی فکر میکنم میرفتی میومدی اولین بار نبود که از کشور خارج میشی دیرتر خیلی میرفتم و میمدم ولی فرانسه حرف نمیزدم انگلیسی حرف میزدم ولی فرانسه حرف نمیزدم ولی در واقع رفتن از ایران مثل یک بقا بود من دیدم من نمیتونم یه پا رو یه قایق نگرانم یه پا رو یه قایق دیگه و انقدر درد داشتم انقدر سخت بود که یعنی فکر کنم برای فراموش کردن اون دردها خودتو غرق کردی توی زمان فراموش کردن نبود برای اینکه اون درد رو حس نکنم دیگه یعنی انقدر دردمند بودم اون به خصوص اون 6-7 سال اول که اصلا انگار که صبح با درد بیدار میشدم شب با درد میخوابیدم و باید خودم باید برای نجات خودم رو پرت میکردم توی این اقیانوس حالا به زبان فرانسه و همینطور انگلیسی و خیلی سخت بود ولی خب بعد اینم و وحشت داشتم از اینکه با ایرونیا دارم کار میکنم یعنی میخوام بگم که تمام این چیزایی که فکر میکنی به من بعد راحتی میداد قبل از اینکه وارد کار بشم وحشت باعث وحشت شده بود داشتم سکته میکردم خب که من چون من میدونم تو چقدر من خودم میگم من رفیقشم و دوستشم و با هم رفاقت داریم این همه سال طول کشیده که این آدم رو من راضی کنم بیاد بشینه اینجا
راضیش کنی که بری یه فیلم ایرانی بازی کنه، من اون آدمو میخوام بشناسم و باهاش رفاقت کنم. کیه و چه جوری این کارو کرده؟ تو عمل انجام شده من فکر کردم این فیلم هیچ وقت پولشو نمیدن، نمیتونه این فیلم فایننس بشه. گفتم خیلی خوب بکنیم، برای اینکه کارگردان اسرائیلی فوق العاده که فیلم سیتخونی لمن تری درخت لیمو رو ساخته و سیریان براید عروس سوریه، یعنی فیلمایی میسازه که خیلی پرو فلسطینن، که در واقع حق و بیشتر به فلسطینیا میده، خیلی کارگردان فوق العاده اسرائیلی هم هست، ایران ریکلیس. آره و من قبلا باش کار کردم و وقتی به من گفت گفتم باشه حالا بکنیم. اون موقع هم که مثلا سناریو هم که میخونم گفتم وای باز اینا دارن راجع به حجاب حرف میزنن، آخه بابا ول کنین دیگه این داستان. اون این سال 2018 است، یعنی 5 سال پیش گفتم بابا دوباره حجاب، حالا این آخه ول کنین دیگه. گفتم این فیلم هیچ وقت پولشو نه، حالا من میگم باشه. یوهو شد، یوهو پولشو ایتالیایی ها آوردن. خب بعد من گفتم وای حالا من چیکار کنم؟ این عکساشه ببینید، اصلا تصاویری که استفاده کردن مثلا دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، ببینید چقدر. آره و اصلا با خودم گفتم این ایرانه، اصلا من با این بچه‌ها چیکار کنم؟ گفتم من انقدر نزدیک بشم به این بچه‌ها، اصلا چه جوری میشه، چی بگم؟ یعنی همش می‌خواستم برم قایم شم، نباشم، هم کتی و اینا، همه دختران بچه‌ها، اصلا می‌خواستم نباشم. ولی انگار که نون خامه ای، یعنی این بچه‌ها یک سریشون اصلا ایران نبودن، در زندگیشون نبودن، بچه‌هایی ان که فارسی رو حرف می‌زنن به خاطر پدر مادرشون و همه از جاهای مختلف دنیا اینا رو کست شدن. 2 سال کستینگ طول کشید، یعنی اینی که ما این دخترها رو پسرها رو پیدا کنه ایران، این همه سال طول کشید و هر کدومشون مثل یه گل، یعنی بهار، زر، مینا، که تمامشون، لارا، اصلا همه بچه هم بودن، همه اصلا زر همه بود، همه زخم خورده آره، ها بودن، همه و هر کدوم و حتی بچه هایی که کمتر شناخته شدن، اونا مثلا یکی از بچه ها بهار که 6 سال بود پدر مادرش رو ندیده بود، خواهرش رو ندیده بود، برای اینکه امریکا گیر کرده بود، پدر مادرش ایران، خواهرش اروپا، ما اون لحظه باهاش بودیم وقتی که خواهرش رو بعد 6 سال دید. ما بردیمش با تاکسی دم گاغ ترمینی که بعد خواهرش اومد هتل، اون لحظه من فیلم گرفتم و هممون ایستاده بودیم، من، میناز و فقط این لحظه رو نگاه می‌کردم که اینا گریه می‌کردن تو بغل هم و من با این فیلم انقلاب و زندگی کردم، جنگ و زندگی کردم، جنگ و زمانی که من 1 سالم بود تو این فیلم جنگ و زندگی کردم که مادر خودم بودم و یه بچه 1 ساله بغلم بود، برگشت به ایران، رفتن از ایران، انگار که مثل یه جوک، یعنی تمام اون لحظه‌هایی که ما زندگی می‌کردیم دوباره بازسازی شد. آره بازسازی شد و من اونجا بودم. نمی‌دونم بگم یه تراپی بود، ولی شاید یکی از دلایلی که اینجام به خاطر اون فیلمه. یعنی انگار اون فیلم باز کردین زبون منو به فارسی که من بتونم اعتماد به نفس داشته باشم، بیام به فارسی حرف بزنم و نترسم از این که تمام این عزیزایی که الان دارن این برنامه رو میبینم وحشت نکنم، بگم من نمیخوام، من باید قایم شم. من البته تو فکر میکنم خیلی به خودت سخت گرفته بودی، چون تو بسیار قلم خوبی هم داری و خیلی هم خوب مینویسی، حالا هرچند که هر وقت چیزایی که نوشتی الزاماً به نفعت نبوده و ممکنه حاشیه ها و درگیری ها هم زیاد داشته، ولی خب در قلم قویت و نوشتن تو توانایی و استعدادی که در این زمینه داری که شکی نیست، خودت رو یه مقداری سخت میگرفتی. بگم زخمای ما، من میشه میگم ما روحای معلول هستیم، ما که در تبعید هستیم، مهاجرت میکنیم، یک روحای معلولی هستیم که هیچ وقت این معلولیتمون خوب نخواهد شد، حتی اگه به ایران برگردیم انگار یه دستی رو از دست دادیم، این دست هیچ وقت دیگه بر نمیگرده، ولی میریم پاراولمپیک، میریم باهاش میجنگیم، ادامه میدیم، همیشه با ما میمونه این زخم، همیشه میمونه، ولی زخمامون بهمون بال میده، قدرتمون میشه، ولی میشه ما، من و تبعید یکی هستیم، یعنی منو نمیتونه یه آدمی بگه که تو نه، تو جدا، نه، من و این معلولیتم یکی شدیم و اینه که فکر میکنم باعث شده که من یه چیزایی که نمیفهمم، یه دردایی که خیلی انقدر عمیق بوده که مثلا کوچکترین تلنگری بهش میخوره، مثل یه ترک میخوره، اصلا ترک میخورم میریزم، بنابراین یهو از یه جایی گفتم مثلا نباید قرار بگیرم اونجایی که یه کوچولو بهش بخوره، برای اینکه دیگه تمومه، انگار که دیگه من جا ندارم که بشکنم. Je vous prie de m'excuser, j'ai dû certainement me tromper. Il n'y a pas de mal, monsieur.
واه. از تبعیده که این زخم‌ها و این دردها رو می‌کشی یا از قبلش از زخم‌هایی که در ایران خوردی یا از داخل فشارهایی که بوده حاشیه‌هایی که سینا اشاره کرد؟ تو حاشیه زیاد داشته، حالا خودش نمی‌دونم جایی گفته تا حالا یا نه، یعنی داستان‌های بگو دیگه، همه داستان‌های داخل ایران رو با سختی‌های از سختی‌های کار، چون می‌دونم به هر حال کار هنری و سینمایی تو ایران انقدر محدودیت و انقدر سانسور و خفقان توش هست که خب قطعاً اون زمان 15 سال پیشم که بدترم بوده. میخوام ببینم تو به عنوان یک هنرمند با اون خصوصیات اخلاقی هم که ازت سراغ داریم چجوری دووم آوردی توی اون سیستم و چجوری کار کردی و از سختی های اون بگو و مقایسهش کن با این تجربه جدیدت. من فکر می‌کنم از زمانی که ما به دنیا میایم تو ایران، مثلا هیچ وقت نمیگیم که وقتی بچه یه ساله مادرشو میبینه که با روسریه و پدرش نیست، سوال نمی‌کنیم چرا اینطوریه، فقط میدونیم که اینطوریه و وارد یک رودخونه میشیم مثل یه ماهی که میدونیم باید خلاف آب شنا کنیم. کسی به ما یاد نمیده خلاف آب شنا کردن، ما داریم شنا میکنیم خلاف آب. مثل اینه که آدمایی که در یک آب و هوای بسیار سختی به دنیا میان، اسکیموها و اینا، یک انگار که با یک زره به دنیا میایین. ماها با یک زره به دنیا میایم که جنگ، انگار که ما در یک میدان جنگیم و این جنگ اینطوریه، این زندگی ماست. ما الان تو قطب شمالیم و این زندگی ماست و ما نباید بمیریم، ما در بقاییم. یعنی ما در ایران زندگی نمی کنیم، داریم بقا. یعنی مسئله هنر، هر مسئله در ایران یک داستان بقاست، یک داستان روشنفکری نیست. هنر بل بیشتر، و اصلا برای همین میگم شاید توی ایران این سختی ها جزوی از بودن ما بود. اینی که من مدرسه رفتنم، درگیری با تمام آدم ها، آزارگرا، تمام این چیزا یک بخشی از زندگی بود که اصلا خب روزمره است دیگه، روزمره است، اینطوریه. خب آخه تو در دوران قبل از اینکه اصلا وارد سینما بشی و به عنوان بازیگر کارتو شروع بکنی هم دختر یاغی بودی. بله، مو کوتاه میکردی و مدل پسرونه با موهای مثلا ماشین کرده میرفتی هیئت، سینه میزدی و زنجیر میزدی و خودتو در نقش پسر. حالا استادیوم هم نرفته بودی یا رفته بودی؟ نه استادیوم نرفته بودم. استادیوم وقتی خالی بود میرفتیم، ولی نرفته بودم. من هیچ وقت نشدن برای من معنی نداشت. وقتی که به من میگفتن یک کار رو نباید کردین، یعنی که بودو برو، بودو یعنی اصلا نباید. به من میگفتن کاری رو نمیشه کرد و خب هر آن چه که قرار نبود من انجام بدم و من انجام میدادم و اصلا برای من نشدن معنی نداشت. فکر میکنم که برای همین هم اصلا اینجام، برای اینکه اصلا غیر ممکن، تنها چیزی که غیر ممکن بود، غیر ممکن بود. همه چیز ممکن، من همه چیز رو ممکن میکردم. همین که میگم میگفتن دوچرخه نمیتونستم سوارشم، من دوچرخه سواری از خونمون سعادت آباد تا چیتگر رو با دوچرخه میرفتم و میومدم. البته خب مثل پسر بازی میکردم بسکتبال با کلاکپی و سر تراشیده و کتککاری و اصلا برای من آره. و در تاسو تو توی فیلم درخت گلابی هم موها تراشیده است. اون اولین باری بود، 14 سالم بود که سرمو تراشیدن و بعد توی 16 سالگی مثل یه سرباز سینما، اولین پلانی که در عمرم من در یک فیلمی بازی کردم پلانی بود که من رو نشستن نشوندن پشت به دوربین و موهای من رو تراشیدن، انگار گفتن تو سربازی، خدمت میکنی، یعنی تو وارد خدمت سینما شدی نه وارد فیلم بازی کردن. بعدش میگفت اگه یه روز سواری اومد ز سبززاری، خسته و پیر و داغون، میخوای بری خارج پلو پدره؟ آره چه سوال میکنی؟ منم میام. بله جدی میام، من نمایشگاه مینویسم. بعد 16 سالگی باز خودم موهای خودم رو تراشیدم، حالا سر اون داستانی که گفتم اسید پاشیدن رو. تو یه بار آره اسید پاشیدن بهش. آره بعد این مال قبل اسید. از درخت گلابیه یا بعدشه؟ بعد از درخت گلابی، یعنی بعد از درخت گلابی که موهام یکم بلندتر شده بود. توی یک تابستونی بود که داشتم میرفتم یه سی دی بدم به بابک چمنارای بتوون که
توی خیابون که داشتم راه میرفتم حس کردم یه کسی پشت من داره راه میره، برگشتم نگاه کردم دیدم اونم برگشت، احساس کردم پشتم داغ شده، دستمو کشیدم به پشتم و دیدم دستم یهو اینقدر شد انگار، بعد توی اسیدم رنگ میریزن، رنگ قرمز میریزن برای اینکه ترس ایجاد بکنن بیشتر. و خدا رو شکر که یک کوله پشتی بزرگ داشتم و مانتوم و تمام مانتوی من پاره توی شرق غرب. بعد از ظهر هیچ ماشین من سوار نمیکرد که برم خونه، بعد شانس آوردم این ماشین، یه نفر داشت ماشین میشد، رفتم دستمو با یه اسکاچ خیلی فهمیدی اسیده؟ نفهمیدم، فقط دیدم که داره میسوزه، این مارکش هنوز هز روی دستم، داشت میسوخت. اون موقع اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاده چون پشتم هم نمیدیدم، فقط میدیدم که مانتوم شرح شرح آویزون شده. و بالاخره یه آدمی با یه پیکان سفید نگرش گفت خواهم چی شده؟ 15-16 سالم بود، منم فقط گریه میکردم. وقتی رفتیم خونه، اردشیر رستمی موقع مثل برادر ما بود، سالها با ما زندگی میکردیم، لباس من رو قاب کرد. و وقتی با پدرم رفتیم پاسگاه شهرک غرب، گفتن آقای فرهانی اینو دنبال نکنین، هفته چندین بار میان این اتفاق میفته، نمیخوان دختر رو حجابشون کمتر و کمتر بشه، اسید میپاشن دیگه، اسید میپاشن، شما خودتون رو درگیر نکنین، برای خودتون بده. پدرم هم نگاه کرد گفت باشه، و منم رفتیم سوانه سوختگی و درصد سوختگی دادن، و اون باز باعث شد که من دوباره سرم، چون انگار که نمیخواستم زن باشم، نمیخواستم اصلا انگار که من در ایران بودن باید زن بودنم و فراموش میکردم، قربانی میکردم برای آزادی. و زیبایی این فرق این نسل ما اینه که ما نسل زیرزمینی، ما رفتیم توی زمین قایم شدیم، توی اون قایم شدن آزادی رو زندگی کردیم، کنسرت‌های زیرزمینی، زندگی زیرزمینی، همه چیز زیرزمین بود. این نسل امروز انگار که ما ریشه های اون توی اون کثافت بودیم و اینا از این در اومدن و با موهای بلندشون آزادن، یعنی اونا با این موهای بلند توی باد میخوان آزاد باشن. من این جرأت رو نداشتم، من اصلا نمیتونستم با موهای باز برم دوچرخه سواری کنم، من حتما باید زنانگیمو قربانی میکردم برای اینکه آزاد باشم، برای اینکه به متلک نگم، برای اینکه دستمالی نکنم. من دوستام که شب با هم بسکتبال بازی میکردیم، کتک کاری میکردیم، صبح که میرفتم مدرسه با مقنعه برام سوت میزدن، یعنی نمیدونستن، البته که نمیدونستن من امیرم که شب اون دوستشونم که خیلی هم حال میکنن و اطلاعات راجع به دخترا میدم و چه جوری شماره بدن و چی بگن. و صبح شب امیر بودی، صبح گل شیفته، صبح گل شیفته، اونا اصلا نمیدونستن من همون آدم هم. میان باز متلک میگفتن، میخواستن به شماره بدن، ولی خب من اینو زندگی میکردم و آره، و غیر ممکن برای من وجود نداشت. و برای همین میگم کار برگردیم به کار در سینمای ایران برای من مثل یک چیز طبیعی بود، این رزیستنس، این مقاومت یک چیزی بود که از بچگی باهاش به دنیا آمده بودم، ولی تبعید و باهاش به دنیا نیامده بودم. من بود مقاومت در تبعید اصلا من هرگز از ایران نمیخواستم برم. من از سب کن صحبت جذاب شد، بریم یه سر اتاق فرمان برمیگردیم تا ادامه بریم صحبت داریم. خب تو که به هر حال از ایران نمیخواستی بیای بیرون، عاشق ایران بودی و جونت هم واسه ایران در میرفت و هنوزم میره، ولی چجوری اومدی بیرون پس؟ چون تو میگم جدا از حال کارهایی که تو ایران بازی کرده بودی، یه دفعه حالا نمیدونم چجوری این اتفاق افتاد، تو در کنار لئوناردو دیکاپریو رفتی یه فیلم بازی کردی توی هالیوود به عنوان یک زن، و بعد برگشتی دوباره. خیلی ها فکر میکنم اصلا خاطر، یعنی خیلی ها مطمئن بودن که تو رفتی دیگه، یعنی گفتن رفتی گلشیفته رفت، ولی تو برگشتی. چرا برگشتی؟ اولا که من هیچ وقت سودای هالیوود و این حرفا نداشتم، هیچ وقت اصلا نمیخواستم از ایران برم، تمام تابستونا رو از سنین کم خارج از ایران میگذروندم، حالا چه اروپا چه امریکا. بعد از یه ماه و نیم دو ماه عین این ماهی خارج از آب بعد برمیگشتم ایران، و ایرانم برای من تهران نبود، من ایرانو وجب به وجب گشتم. و از 18 سالگی که روز تولدم تصدیق گرفتم و ماشین خریدم خودم با پول خودم، فقط در حال سفر بودم در ایران. هیچ وقت نمیخواستم از ایران برم، هیچ وقت.
بیشترین اتفاقایی که تو زندگی من واقعا افتاده که واقعا نقاط خیلی مهم زندگیم بوده، اصلا انتخاب من نبوده. من اصلا نه سودای این که برم اون خارج بازیگر بشم و اینا رو نداشتم. به طور خیلی اتفاقی دهن به دهن به من رسید که ریدلی اسکات دنبال تو میگرده. گویا فیلم بوتیک رو دیده بودن، یه همچون چیزی، فیلم بوتیک که با 40,000 دلار ساخته شده این فیلم، 40,000 دلار یا 80,000 دلار، اصلا جوکه واقعا. و اصلا در عمرم کستینگ ندادم، یعنی من نرفتم یه کاغذی رو بگیرم تو دوربین بخونم، اصلا من در عمرم فقط انتخاب شدم، یعنی اصلا یعنی پیشنهاد دادم من رفتم بازی که اصلا نمیدونستم کستینگ یعنی چی، یعنی من اصلا برام خیلی مسخره بود و اصلا خیلی هیجان زده نبودم از این داستان، برای اینکه اون زمان رسول ملاقاتی پور خدا بیامرزتش میخواست یه کار دیگه بکنه و اون زمانی که ریدلی اسکات دنبال من بود من داشتم میگفتم بابا من این کارو برم و کار رسول رو نمیتونم بکنم، من کار رسول رو میخوام بکنم، یعنی اینقدر من چسبیده بودم به اینا، یعنی حاضر بودی اون رو بگذری ازش؟ یعنی اصلا نمیفهم، همه میگفتن اون زمان این یارم میگفت بابا ریدلی اسکات گلادیاتور میفهمی، گفتم بابا اصلا برای من ایران واقعا میگم. و این پروسه کستینگ این کار خودش داستانی بود، من باز شانسی هر تابستون ایتالیا بودیم با یک وضعیتی من اینو خوندم فرستادم، اون زمانم DVD باید پست میکردیم، اصلا نمیتونستیم دیجیتال آپلود کنیم. آره. و اون زمان داشتیم میرفتیم سنتوری رو توی لس آنجلس نشون بدیم، سنتوری که قدغن بود، یعنی سنتوری در ایران نمیتونستی نشون بدیم، با آقای فرازمند خدا بیامرزتشون روحشون شاد ببخشید البته، و ما رفتیم که اونجا اله، گفتم من میام شما رو میبینم، رفتیم ریلیز کات رو دیدیم، 2 ماه اینا ما رو آوردن و بردن امتحان کردیم فلان اینا، بعد 2 ماه گفتن ویلکام تو دی پروژه، خوش اومدین. بعد از این 2 ماه چه حسی داشتی وقتی که میدونستی بازیگر مقابلت؟ بگو اون لحظه که گفتن ویلکام تو دی پروژه، 2 روز بعدش گفتن ما نمیتونیم با شما قرارداد ببندیم. چرا؟ تا اون زمان من اصلا نمیخواد، گفتم حالا شد نشد. اون زمان گفتم اون غیر ممکن، گفتم نمیتونی. چرا؟ ایرانی هستیم شما. شما ایرانی هستین که پاسپورت کشور دیگه ندارین و به خاطر تحریما هیچ کمپانی امریکایی نمیتونه با شما قرارداد ببنده. اون لحظه من گفتم یعنی منی که در ایران خودم مدام در جنگم، مدام در مقاومتم، به خاطر اون اینا نمیتونن با من قرارداد ببندن. گفتم این نمیشه. و البته 1 سال بعد گفتن که ریدلی گفته به استودیوی وارنر برادرز که جورج بوش باید بگه این نمیتونه بازی کنه، والا اینو باید راه پیدا کنین و بیارینش. یعنی اگه ریدلی اسکات وای نمیستاد اینطوری پای من، اینو به راحتی بازیگر دیگر گذاشته بود. آره دیگه، حذفش کرده بودن چه اون آدمه. اینو باید راه پیدا بکنین و بماند که ما چه کارهایی کردیم. و اینا میگفتن، وارنر میگفتست که ما میگفتیم چه غلطی کردیم، ما اصلا چرا این دختر، اصلا چرا ما اینو نفهمیدیم، و میگفتن آخه ما چرا خودمون رو تو دردسر انداختیم، این همه بازیگر همه جای دنیا تو سیور میره، اینو حالا از ایران آخه چرا. در نهایت وکیلا یک راهی پیدا کردن که به جای وارنر برادرز امریکا من با وارنر برادرز انگلیس قرارداد بستم، ولی من اصلا نمیتونستم تو اون فیلم بازی کنم برای اینکه ایرانی بودم. یعنی باز به خاطر همین ایرانی یک بودن، هنرمند ایرانی بودن نمیتونستم، یعنی راه ها بسته، چوب دو سر طلا، یعنی واقعا ما چوب دو سر طلا هستیم هر جایی که میریم. و نمیدونین که اون مدت من، یعنی تا اون زمان اصلا نمیگفتم بابا بی خیال، حالا شد نشد. همه این اتفاق ها در زمانی که توی ایران بودی داشت میافتاد یا بیرون از ایران بود؟ اون زمان بود. من لس آنجلس رفته بودم برای سنتوری، برای اینکه سنتوری رو نشون بدم. موندی تا تکلیف این قضیه روشن شد؟ موندم برای اینکه اونا هی ما رو داشتن نگر میداشتن. سر 2 ماه واقعا این پروسه 2 ماه طول کشید و بعد گفتن هله خب حالا فیلم برداری مراکش، ویزا مراکش، اصلا ویزا نمیده به ایرونیا، بعد دیگه خلاص میشه شاه مراکش، ویزا چه کردن مراکش. اینا ما رفتیم ویزا گرفتیم فلان، خلاص رفتیم 6 ماه فیلم برداری که بماند. اون فیلم برداری واقعا چیز عجیبی بود، یعنی اولا که تمام این چیزایی که راجبش حرف میزنیم، این که من خب با لیوناردو دیکاپریو خیلی دوست بودیم، رفیق شده بودیم، بسکتبال بازی می‌کردیم، والیبال بازی می‌کردیم، جتسکی رفیق بودیم، مثل ایران که همه دوستامون می‌رفتیم و بغل می‌کنیم. جلو دوربین این صحنه بود که من باید اینطوری دور گردنش می‌گشتم، یه استخون توی گردنش پیدا می‌کردم و می‌فهمیدم که این
الان یه تنها سکانسیه که تو بیهجاب بازی کردی. آره. در واقع این سکانسه که آره و نمیتونستم دست بزنم. من نمیتونستم بعد رفیق بودیم لیوناردو عکس داریم، من با جتسکی دارم میرم، لیوناردو پشت منه و ما توی دریا، یعنی مثل ایران دیگه پارتی خوش. ولی جلوی دوربین، جلوی دوربین انگار که یک توی یه جای دیگه دنیا، توی مراکش پشت دوربین مثلا یه کارگردان آمریکایی نمیشد. حالا بماند، تمام این کارا رو کردیم. با ریدلی هم خیلی صحبت کردم، هم راجع به ایران، راجع به مسائلی که اونا نمیدونن به خاطر مسائل فرهنگی، مثلا همین داستان دست دادن و اینا اصلا نمیدونن که این صحنه رو من همه رو بهشون میگفتم که اینطوری خیلی چیزا رو مثل بازیگردی با خودمون میبریم، از گلشیفته میبرم توی اون نقش. و فیلمبرداری که تموم شد مثل کش تنبون، بدون اینکه اصلا فکر بکنم، اولین هواپیما برگشتم ایران. برای اینکه مطمئن بودم این فیلم هیچ چیزی در مقایرت با سیاست دولت ایران، ایران، خود ایران، مردم ایران نداره. من میدونستم چیکار کردم. این صحنه‌های بی‌حجاب و نگران نبودی؟ نه، به خاطر اینکه میگفتم آقا این فیلم داره یه حرف بزرگتری میزنه، داره میگه امریکایی‌ها مثل خر تو گل موندن توی خاورمیانه. تمام داستان این فیلم اینه که میگه امریکایی‌ها نتونستن جنگ خاورمیانه رو جمع کنن و اون صحنه که ماشینا میان دور این ماشین دیکاپریو میگردن و دیگه ساتلایت ها نمیتونن ببینن، داره میگه شماها امریکا نتونستین این جنگ رو ببرین، ماها گفتم بابا این باید با افتخار برگردم به مملکتم، برای اینکه تمام داستان اینه که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند دیگه. همونی که میگن، گفتم همونی که میگن، امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، منم برمیگردم ایران. اصلا هیچ، اصلا نگم گفتم سر بالا برمیگردم ایران. You know, Aish, if by chance you're waiting for me. For what? Well, if you're waiting for me, I just want to let you know that you're going to have to wait forever because I will never, ever touch a Muslim woman first. I won't. Propose something to me. I'm not proposing anything. I just wanted to say it for the record. Sorry. That's all. Okay. و برگشتم به ایران و تبعید من از اینجا شروع نشد. تبعید من همیشه میگم تبعید مثل اونه که آدم از روی سقفی میفته. اون لحظه های افتادن که اصلا نه، اون لحظه ها داره در پروسه رفتنه و وقتی آدم میرسه این ور آب، اون لحظه ای که آدم میخوره زمین. ولی من وقتی که برگشتم ایران، باز برای برنامه رفتم لندن و اونا نمیدونستن چی، میدونستن که من یه کاری کردم ولی نمیدونستن چه اتفاقی افتاده. یک تایید کننده به من گفت شما برو ارشاد بگو. گفتم من میرم ارشاد میگم با کمال عکس و سناریو همه رو براشون گفتم. ببینید، برای اینکه میخواستن یه کاری بکنن و میگفتن اینا میگن یه کاری کرده فلان، گفتم من میرم میگم. از اون عکس‌ها رو بردم، سناریو رو بردم، گفتم من این کار کردم، این خیلی برای کشور ما خوبه، برای خاورمیانه خوبه. رفتم لندن، اومدم لندن برای یه برنامه‌ای واسه جمهوری اسلامی می مثل مادر رو برده بودیم که نشون بدیم اینجا. توی اون زمان یوهو ایجنت ها گفتن مایک نیول پرنس آف پرژا میخوان که تو پرنس آف پرژا بازی بکنی اینجا توی لندن. یعنی قرارداد یک پروژه دیگه. گفتن شروع. من خوشحال اصلا گفتم واو، اصلا زندگی رفت یه جای دیگه. مایک نیوال رو دیدیم، همه چی عالی. به من گفتن خب شما پروازتون دو روز دیگه، میخواین برگردین ایران یا میمونین؟ و من با خودم گفتم این ریسرچ شما راجع به چیزای عربی و ایناست، بذارید من برم یه سری کتابای راجع به ایران باستان و اینا براتون بیارم، خاویار براتون بیارم. رفتم ایران و تو این دو هفته که ایران بودم کتابا رو جمع کردم، خاویار رو جمع کردم، سنتوری و سیدیش اومد بیرون تو این دو هفته. و من اون شبی که رفتم که از ایران بیام لندن که برم پرنس آف پرژا رو بازی کنم، بعد از اینکه پاسپورت رو مهر زدن، شروع کردن اسم من رو پیج کردن، اسم شناسنامم رو، و یهو دیدم یه سری آدم دارن میدون، مامورا دارن میدون به طرف من، رسیدن به من. این مامور من نگاه کرد، گفت خانم فرانی شما، سنتوری هم اومده بود بیرون، گفتم خانم فرانی شما این گفتم بله. بعد به من نگاه کرد گفت چه کار کردین؟
گفتم هیچی نمیدونم. گفت حتما اشتباه شده. خود یارو گفت اشتباه شده. رفتن چه؟ من گفتم اینا خاویارا رو گرفتن. یعنی مغز دل خوشی داشته این. گفتم این خاویارا سیل نشده بوده، اینا رو گرفتن. اومد و گفت بعد شما یه پرونده دارین دادگاه انقلاب، ما نمیدونیم چیه. گفتم باشه. یک ساعت طول کشید که این چمدونا رو در بیارن و من نشسته بودم با اون یارم تو این صندلی فرودگاه امام و با خودم گفتم گرشیفت زندگی تازه داره شروع میشه. یه جایی تو ذهنت منتظره یه همچون چیزی بودی، نمیدونستی چیه ولی منتظرش بودی. و پنجشنبه روزی بود، جمعه تعطیل بود، اصلا ما نمیتونستیم بریم دادگاه انقلاب ببینیم چی شده. بعد اصلا دادگاه انقلاب اصلا شما رو میبرن اونجا که تو هونگ بکوبن لهتون بکنن. حالا رفتن من به دادگاه انقلاب خودش اصلا یه داستانی بود. اولا که دادستان ما رو نمیدید، بعد از لندن زنگ میزدن گفتن شما چرا طیاره رو نگرفتین؟ من گفتم چی؟ پاسپورتم رو گرفتن، ببخشید. گفتن صبر کنین، ما میایم، صبر کنین. خواستم ببینم اول چی شده. وای 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 وای. اینا میگفتن ما چی منتظر. خلاصه بعد سه روز یه نفر رو ما فرستادیم بگیم که چی شده. گفتن یه پرونده‌ای دارین سه صفحه تو دادگاه انقلاب که شما یه کاری کردین که امنیت ملی رو به خطر انداختین و بیاین. خلاصه ما رفتیم دادگاه، سه چهار روز طول کشید تا این دادستان ما رو دید. دادستان حداد که اون زمان شاهرودی بود، مرتضوی بود و حداد سومین نفر بود که این حداد برمودایی بوده. این حداد رفیقای پدر من رو حکم اعدامشون رو داده بود. یعنی کسی که من در کودکی دوستای پدرم اعدام می‌شدن سال 67، این حکم اعدامشون رو داده بود. این الان دادستان من بود تو دادگاه انقلاب. و اون جایی که منو میشوندن اون زمان سنتوری در اومده بود، تمام کسایی که حکم اعدام داشتن، دراگ دیلای، اونایی که قاچاق مواد مخدر میکردن تون تون توی اون قسمت بودن، قسمت امنیتی دادگاه انقلاب. و منو میشوندن اونجا 7 ساعت 8 ساعت اینطوری من میشستم منتظر و نمیدیدن منو، نمیدن. از لندن زنگ میزدن و من زنگ زدم به ریدلی اسکات و لیوناردو دیکاپریو، گفتم به مایک نیول زنگ بزنید بگین صبر کنن، بگین من میام. و اونا از کیوسک تلفن مثل فیلم بود، لیوناردو میگفت نگران نباش ما زنگ میزنیم میگیم که صبر کنن. دو هفته طول کشید تا بالاخره دادستان ما رو دید و این منو نگاه کرد، گفت میگن شما قراره یه فیلمی بکن بازی کنین در خاورمیانه که برای ما خوب نیست. گفتم آقای حداد من فیلمو بازی کردم. منو نگاه کرد گفت بله. گفتم اون فیلمو من بازی کردم، تموم شده، الان برای یه فیلم دیگه دارم میرم که اصلا یه فیلم مال دیزنیه، اصلا ربطی نه به سیاست داره. گفت شما فیلمو بازی کردین؟ گفتم بله. گفتم بیرون تشریف داشته باشین. منو مستقیم فرستادن به وزارت اطلاعات، پاسداران که دیگه اون زمان دیگه زندگی من تبدیل شد به یک چیز من تبدیل شدم به یک توپ بین دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات. دو تا بازجوی وزارت اطلاعات که این بازجو همون بازجوه برای تمام هنرمندا، ما رو میبردن جاهایی که جای شلاق بود روی دیوار، منو رد میکردن، تازه میبردن منو، خیلی تازه من سلبریتی بودم، ولی فکر کنین چقدر خوب بود. منو میشوندن ساعت‌ها و این دو هفته نمیتونم بهتون بگم که من وقتی برمیگشتم خونه با سنگ پا خودم رو میشستم، برای اینکه احساس میکردم کثیفم وقتی برمیگشتم از این. یعنی اتفاقایی که تو دادگاه انقلاب و تو وزارت اطلاعات میافتاد منو الان بعد 16 سال 17 سال هنوز تراپی میرم برای اینکه بتونم این مسائل رو حل بکنم توی خودم. و بماند که اینا با من چه کردن، چه کردن تو این دو هفته تا بالاخره 2.5 میلیون دلار 2.5 میلیون دلار از ما سند گرفتن که 24 ساعت پاسپورت منو بدن که من برم لندن و بیام. یعنی فقط برم و بیام، نمیخوام بازی کنم و بیام. 2.5 میلیون دلار سند گذاشتیم، بسیقه. همه آدما وثیقه گذاشتیم. وقتی که دو هفته گذشت من توی اتوبان مدرس بودم، زنگ زدم لندن گفتم من دارم میام امشب پرواز فا. گفتن گور شیفت ما متاسفانه مجبور شدیم اون یه دختر دیگر رو انتخاب بکنیم و متاسفم. ببین اون لحظه انگار که من آب شدم ریختم، انگار که دیگه
جنگو باختم. یعنی این بار اون غیر ممکن نتونستم. باختم. باختم. نباختی. بردی. من اون لحظه تبعید و بردم. یعنی اون موقع نمیدونستم چه جالب گریم میگیره. اون موقع نمیدونستم که دنیا یک برنامه بزرگتری برای من ریخته تا این فیلم پرنس آف پرژا. یعنی اون موقع نمیدونستم که من اگه میرفتم اون فیلم رو بازی میکردم اصلا ممکن بود دیگه برمیگشتم، ممکن بود اصلا این در واقع مسخ و این متامورفز و اینو اصلا زندگی نمیکردم. و حالا برگردم به این داستان، اینه که از اون لحظه تا 7 ماه بعد که من از ایران واقعا رفتم، تازه اومدن اینا به من گفتن که شما الان باید بیاین حالا توضیح بدین اون فیلمو چی کار کردین. یعنی اینا شروع کردن شکنجه روحی منو در وزارت اطلاعات. تازه اون موقع شروع فیلم هنوز نیومده بود بیرون. فیلم هنوز نیومده بود بیرون. گفتن توی این پروسه 7 ماه آقای حداد تو ایران فیلم بازی می‌کردی تو اون 7 ماه. حالا براتون میگم آقای حداد که یکی از ترسناک‌ترین آدم‌های در سیستم قضایی بود که میگفتم حداد آدم‌ها یهو صورتشون میچرخید. این به من معلوم شد پسرش فن منه و عکس تو تلفن نشون داد، عکسای منو داشتن. یعنی ببینید چقدر این کانترادیکشن زیاده که کسی که دوستای پدر منو اعدام کرده الان فن منه. یعنی این ایرانه واقعا. و گفتش که و وزارت من، یعنی زنگ مثل انگار که یک زالوایی، یک پارازیتایی که هر موقع بخوان میان توی، نه روی لباستون، میان زیر لباستون، میان توی خونتون. یه موقعی میرفتم تو تختم میگفتم این مامور وزارت اطلاعات تو تخت منه الان. یعنی من از این نمیتونم جدا بشم، این با منه. هر بارم میرفتم گفتن ای اونجا رفتین چطور بود؟ مثلا یه بار تو دادگاه انقلاب یه زنی رو جلو من لخ کردن. جلو من زنه رو لخ کردن برای اینکه یه چیزی داشت لخت. یعنی فقط شورتش پاش بود. میرفتم وزارت اطلاعات میگفت داستان اون زنه چی بود؟ گفتم شما این زن یعنی شما اون آخه حریم آدم ها رو اینقدر نمیشناسین که اون زن بیچاره روستایی رو که اصلا با چادر اومده بود که اینا لخ کردن و شما تماشا میکنین، یا مثلا کویر رفتین چطور بود؟ دیتیل هایی میگفتن که واقعا آدم رو مریض میکنه. برای که بعد ما تو خونه دیگه حرف نمیزدیم، میرفتیم یه گوشه مینوشتیم با یارم، برای که فکر کردم اینا همه چی منو گوش میدن، زندگیمو میدونن. و بعد کار آقای فرهادی پیش اومد که اینا با آقای فرهادی میگفتن با من کار نکنه. آقای فرهادی میگفت ما چی کار کنیم. من میرفتم به اینا میگفتم آقا شما میخواین من کار نکنم، پاسپورتمو بدین برم. اگه میخواین که بمونم چرا نمیذارین کار کنم؟ این کدوم پروژش؟ درباره الی. و این بازجوی من به من میگفت خانم فرانی ما همه شما میخواییم که برین، ما توی مملکت هنرمند نمیخواییم، مشکل شماها، مشکل این مملکت شماها. اینو تو چشم من نگاه میکرد میگفت. من گفت تو فهم کنی میخوایی بری خارج با این هیکل با این قیافه همطور نگاه میکرد، حالا من با مانتو اینا چی میخوای بشی؟ فهم کنی تو چی میشی؟ و حالا من خودم گفتم تو آخه تیکل من از کجا میبینی؟ من هستی که چی میبینی تو آخه؟ حالا احتمالا من داره این برنامه رو تماشا میکنه. های بیوتیفول. آقای فرهادی که در واقع اون موقع از ما خواستن که بنویسیم که اگه این فیلم توقیف شد ما پول فیلم رو میدیم، من گفتم آقای فرهادی من این پول رو ندارم، من پول ندارم. بالاخره اینو گذاشتن تو کانترکت ما که اگر از این زمان تا زمانی که فیلم در میاد این فیلم توقیف شد ما باید خسارتشو بدیم. ببین اگه غرق شده بود جنازه‌اش باید میومد. باشه یک کاری بکنیم. کارتو کردی تمام شد. باشه تو. باشم چی بگم؟ بفهم پاشده. بی یه سب امشهری مسافر برای شاید رفته بیلیت. چی بگم به تو؟ گور بابای من. الان گور بابای من. شما یه درصد واقعا رفته، شما این ورداشین بازی میکردی. یه دقیقه صبر کنم باید حرف بزنی. نمیخوام با هم حرف بزنی. گوه زده به همین شما میخوای حرف بزنی؟ ببین احسان منم خورده ها.
واسه چی رو دعوت کردی سرخواستم؟ آره تقصیر منه. الان چی کار کنیم؟ هیچ کار. همون کاری تو الان کردی. من یه وقتی دعوتش کردی از اون پرسی چی کار کنیم؟ من گفتم حالا که احمد داری. تو چی کاره ای احمدی؟ مادرشی؟ خواهرشی؟ کیشی تو؟ وقتی درباره الی رو کار کردم مثل یک مریض روانی بودم که باید میرفتم تیمارستان. یعنی من اون زمان، حالا نه تیمارستان، باید کمک میگرفتم، برای اینکه من مدام پنیک اتک داشتم، مدام. یعنی درباره الی من برای اون صحنه‌ای که میخندیم و اینا باید کلی سختی میکشیدم که بتونم اونا رو بازی کنم، برای اینکه 24 ساعت من داشتم گریه میکردم و زندگی نداشتم. وقتی فیلم برداری این فیلم تموم شد و می اومدن، آقای فرهادی میگفت هر آن ممکنه بیان دوربینو ببرن، هر آن، به خاطر من، و من میدونستم به خاطر منه. فشار فشار. و بعد از درباره الی دوباره منو خواستن و این آقای حداد به من گفت ببینین، منتظر بودن که فیلم بادی آف لایز در بیاد، اندامی از دروغ در بیاد که حکم منو بدن. برای اینکه آقای حداد میگفت ببینین این فیلم که در نیومده، ما باید ببینیم این فیلم چیه که بتونیم حکم ایشونو بدیم، در واقع مجازاتشون بکنیم. وزارت اطلاعات میگفت نه، ایشون باید الان مجازات بشه ایشون. و یه جنگی افتاد بین اینا و منو خواستن و من میدونستم وقتی که این فیلم در میاد من نباید تو ایران باشم، با اینکه مطمئن بودم از کاری که کردم مطمئن بودم، ولی میگفتم خدا اینا معلوم نیست تو مونتاژ چیکار کرده باشن. و وقتی که دوباره منو خواستن دادگاه انقلاب و آقای حداد گفت ببینین پرونده شما 3 صفحه بوده، الان شده این، یه چیزی بهم نشون داد انقدر، گفت این الان پرونده شماست، گفتش که این وزارت اطلاعات اینو درست کرده. و من نمیدونم تا چقدر سر کار باشم، شما 24 ساعت حق خروج دارین، تو این 7 ماه هم تونستیم 2 میلیون وثیقه رو پس بگیریم، شما 24 ساعت حق خروج دارین. 24 ساعت فقط. من نگاش کردم. داشته بهت میگفته برو. برو. از اون لحظه شاید بگم اون ویدیوهایی که توی خیابون میگرفتی و از تهران خدافظی میکردی که ویدیوشو یه بار دیدم. تو همون 5 روز بود. تابستون بود، مرداد و شهریور سال 2008 بود و من میدونستم زمان درباره الی، میدونستم که من فیلم که در میاد نباید اونجا باشم. و بعدش دیگه تو اون 5 روز من خونه و زندگی رو، یعنی من وقتی این چمدونا رو میبستم با خودم میگفتم من چی رو ببندم تو این چمدون؟ لباس ببندم، دفترچه ببندم، کتاب ببندم، تقویمامو ببندم، عکسا رو ببندم، چی رو بذارم، چی رو با خودم از ایران ببرم، توت ببرم، گردو تازه ببرم؟ یعنی اصلا نمیفهمیدم، زندگیم تبدیل شده بود به خواب. و وقتی رفتم فرودگاه اصلا نمیدونستم که میذارن برم و یه لحظه یه جایی به خودم گفتم گورشیفت تو هیچ کار بدی نکردی، از چی میترسی؟ آماده بودم که برم اعتصاب غذا بکنم تو خانه هنرمندان، چاد آماده جنگ بودم، آماده بودم که اینا نذارن من برم، آماده بودم که بجنگم. و وقتی رفتم فرودگاه که اومدیم چمدونا رو بدیم، خبر ممنوع خروجی منم تابستون در اومد، ممنوع خروجی که مال ماه دی بود و معمولا این کارو میکنن که خبرها رو بشکنن. وقتی رفتم فرودگاه، وقتی رفتیم چمدونا رو بدیم، گفتم ببینین دفعه پیش 3 ساعت طول کشید این چمدونا رو درارین، الان ما بدیم چمدونا رو ندیم؟ گفتن خانم فرانی شما باید برین مهر خروج بخوره، بعد میره کامپیوتر بالا که اگه شما رو کشتن، یارو داشت میگه که اگه شما رو کشتن بگن ایشون تو ایران نبودن. عجب. من همینطور یارو نگاه کردم، یعنی چی؟ گفتم باشه فهمیدم، مرسی. چمدونا رو دادیم رفتم، آماده من به مامانم اینا خدافظی نکردم، مامانم فقط بود، چون رفتم سر فیلم برداری پدرم اینا، باز پدرم خدافظی کردم، مادرم و برادرم و شقایق فرودگاه بودن، گفتم خدافظی نمی‌کنم، من برمیگردم، نمی‌ذارم من برم. وقتی که پاسپورت رو رد کردم، دوربینا رو نگاه کردم، اشاره کردم به خودم، دیدم نیومدن. آخه من گفتم، یعنی همون لحظه که گفتم خدافظی نکردم،
یهو همون آقایی که 7 ماه پیش اومده بود اومد گفت خانم فرانی بله پاسپورت رو گفتم این پاسپورت نمیخوام اصلا من تموم شد موندم من ایران میمونم حالا خوشحال من مامانم گفتم من الان برمیگردم فلان اومد و دو سال مثل از این لحظه دیگه مثل تئاتر بود اون خانومی که مال ترکیش ایرلاینز بود این یک ساعت و نیم دو ساعت طول کشید اینا میرفتن میومدن میرفتن این دختر ترکیش ایرلاینز میومد به اینا مامورای وزارت اطلاعات میگفت ما نمیتونیم بیشتر از این هواپیما رو نگه داریم حالا همه نشستن تو هواپیما به من میگفت هواپیما رو نگه داریم نگران نباشی همینطوری ما منتظر بعد اون اومد بالاخره اومد گفت ببینید ما نمیفهمیم اسم شما توی لیست سیاه ولی شما پاسپورتتون رو دارید ما گفتیم آره ساختمون سنگی تو جردن رفتیم پاسپورت رو گرفتیم و ما نمیفهمیم چیه ولی خب برین گفتم بله گفت برین یعنی میخواستم بهش بگم نه میشه من نرم میشه من نمیخوام برم و گفتم من باید برم خدافظی کنم این یاری که در کنارم گفت گوشیفته از اینجا تا این هواپیما 50 متره فقط خفه شو دست تو بده به من و بیا را بیا این 50 متر رو را بیا و من انگار که کشیده میشدم با یک مارک خون رو زمین نمیخواستم برم مامانم اونجا بود خدافظی نکرده بودم الان اینا رو تعریف کنم یخ میکنم وقتی رسیدم تو هواپیما چون خبر ممنوع خروجم در اومده بود وارد شدم همه شکن دست زدن توی هواپیما یک ساعت و نیم نشسته بودن توی هواپیما این دختر ترکیش ایرلاینز کمربند من رو بست گفت ما همه با تو این موفق باشی بست و رفت و اینطوری شد که من از ایران رفتم حالا تا وقتی رو مرز ایران بودیم همچنان میلرزیدیم نمیدونستیم این هواپیما رو برمیگردونن برنمیگردونن و این تمام پروسه افتادن پایین من بود و وقتی رسیدم به این ور آب خوردم زمین و تیکه تیکه شدم یعنی از اون گل شیفته ایران و مثل مادر و خونه و بالاترین حقوق تو سینما و تمام اینا رسیدم به جایی که نه زبونش رو حرف میزدم نه اصلا آینده اصلا نمیدونستم کجا میخوام زندگی کنم زمین کجاست آسمون کجاست همه چی انگار توی موجی بودم که اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره برام میفته از فرانسه رفتم الی دیدم نمیتونم زندگی کنم نقشه همه نقشه تروریستن من که نمیتونم زندگی بکنم این چه زندگیه نمیتونستم بفروشم نمیتونستم کرامت خودم رو نمیتونستم بفروشم به هر قیمتی نمیتونستم توی فیلم ها بازی کنم نمیتونستم بگم آره با اینکه نه پول زندگی برگشتم فرانسه مثل یه پرنده خیسی که از درخت افتاده و تا سالها طول کشید تا من یعنی بگم بهتون که من تا جایی رسیدم تو این سالها که از بی پولی توی خیابون ساز میزدم که برم با این پول خوردا میرفتم توی رستوران جمع میکردم میپردم بانک که غذا بخورم یعنی من توی این سالها خیلی زیباست که همه اون بالاها رو میبینن و این مسیر رو نمیبینن من خوشحالم از این موضوع چون من هیچ وقت قربانی نبودم من تو اون سالا هیچ وقت قربانی نبودم ولی میخوام بگم پل تبعید که همه ما ازش رد شدیم این پل صراط یه پلیه که یه سری آدما روش میمیرن خودکشی میکنن مثل هدایت مثل خیلی آدما که تحملش رو ندارن یه سری روش گیر میکنن تا ابد یه سری هم رد میشن ولی له میشن یعنی ما همه بخاطر میگم ما آدمای معلول های له شده ایم که رسیدیم اینور ولی این معلولیتمون قدرت ماست و این چیزی که ما زندگی میکنیم آره ممکنه که به نظر خیلی ها فوق العاده بیاد ولی از این پلی که ما رد شدیم اینو هیچ کس نمیتونه بفهمه برای اینکه تا زمانی که اون پلو کسی رد نکنه نمیدونه که برای همینه که ما های خانواده میشیم هممون و یک وجه مشترکی داریم که ما توی تبعید همدیگر رو پیدا میکنیم خانواده هم میشیم به هم کمک میکنیم و هرگز همدیگر رو ول نمیکنیم یعنی من توی سالها آدما میچسبم من یادمه یک بار حتی اینقدر تو شرایط روحی بدی بودم که با پای خودم داشتم میرفتم سنتن یه بیمارستان روانی گفتم من دیگه دارم میمیرم دیگه برم دیگه خودم بستری کنم یعنی اینقدر فشارم زیاد بود و یه دوستی داشتم شاعر بود گفت باشه برو گوش یه دقیقه صبر کن این اومد منو دمه گفت بیا بشیم یه چای با هم بخوریم قبل از اینکه بری اون تو این اومد نشست و با من یکم حرف زد و
من نرفتم، یعنی نذاش من برم. انگار که آدم ها هی رو اون پل آدم میفته، هی یکی میاد تو رو میگیره، هی میاری میفتی، هی یکی دیگه میاد تو رو میگیره. انگار که به خاطر اینکه قلبت انقدر مهربون بوده و انقدر نه گلی و ماهی و خودتی، خودت بودن خیلی مسئله مهمیه و تو باعث میشه گرفتن تو هم هممو، یعنی ما فکرم تو هم گرفتن، همه ماها رو یه جایی گرفتن. حالا امیدوارم که این گرفتن رو در همین حد باشه و مدل گرفتن های داخل ایران نباشه. بریم یه سر اتاق فرمان برمیگریم در ادامه. چقدر حرف زدم ماشاءالله. یه چیزی رو من خودم دوست داشتم بدونم. میدونم که وقتی تماس گرفتی برای Body of Lies به کارگردان و برای بچه ها، اونا صحنه های بی‌حجاب تو رو برای نجات جون تو درآوردن. شما در نظر بگیرید یکی از بزرگترین کارگردان های دنیا اثر هنری خودش رو نشسته قیچی کرده، کات کرده برای نجات جون بازیگر زنش که تازه این هم سختی کشیده واسه اینکه بتونه تو فیلمش بازی کنه. چون فرض بگیم مثلا مونالیزا رو بیان به مثلا موزه یا اصلا کلاً پیدا کنن داوینچی رو بگن آقا مثلا این چاک سینش یه مقداری بپوشونش، اینو میشه اونم میگه بله فوت با رنگ مشکی مثلا روش اصلا چنین کاری کرده. چه جوری شد این قضیه؟ چه جوری بود؟ این خیلی جالبه چون بر اون قضیه حجاب و اون ناراحتی و دلخوری که داشتی و همه اینا همه به هم دیگه مربوطه و به نوعی دخالت اینهاست در بدن یک زن. خیلی جالبه، برای اینکه من که نمیدونستم که اینا این کارو کردن، برای اینکه من که فیلمو ندیده بودم. قرار بود سپتامبر این فیلم شهریور در بیاد و برای این من داشتم میرفتم نیویورک برای مراسم پرمیرش که تو نیویورک اتفاق میافتاد و قبل از اینکه اصلا وارد اینا این داستان رو بشم که بفهمم و فیلمو ببینم، دو تا لباس داشتم. دو تا لباس بود که یه لباسی بود که لباس مثل طلادوزی خیلی زیبای جنوب بود، بلوچی بود، خیلی قشنگ بود، و یه لباس دیگه بود که آستین نداشت و برای پرومیر، و من میون دو تا دلبر مونده بودم. یعنی واقعا این داشت، ببینین آخه کجای دنیا دو تا لباس میتونه سرنوشت آدمی رو تغییر بده؟ پوشیدن دو تا لباس، یکیش با آستین یکیش بی آستین، یعنی به همین آستین، همین سادگی. و من با خودم گفتم خب من که تا الان این همه جشنواره‌ام رفتم، هر فیلم ایرانی بازی کردم، قوانین جمهوری اسلامی رو بهش احترام گذاشتم، مثل همه بازیگرایی که میذارن، با چهار قد رفتم و با چهار قد اومدم، ولی اینکه فیلم ایرانی نیست، یعنی من قانون ایران رو نباید انجام بدم دیگه، برای اینکه برای فیلم ایرانی خب باید الانم که خارج از ایرانی. تو خیلی منطقی با قضیه برخورد می‌کردی، مشکلت هم همیشه باریه که منطقی خیلی منطقی. و خب اون لباسو پوشیدم و وقتی که اون لباسو پوشیدم در این مراسم فرش قرمز، وقتی که برگشتیم، حالا اون شب رفتم فیلمو دیدم که دیدم این صحنه ها رو درآوردن، و خب بعدش مهمونی فیلم بود و برای اولین بار ریدلی رو دیدم، لیو رو دیدم، اصلا بعد اینا همه انگار که دیدین مثلا این هاستجا، این گروگان ها یهو میان خانه، اینا مثلا اینطوری منو گرفتن توی بغلشون، انگار که من در اومدم، چون اینا در جریان تمام این داستان ها بودن. و یعنی اونجا دیدی که این صحنه؟ آره، تازه برای اولین بار فیلمو برای اولین بار تازه دیده، تمام نگرانیش هم همین اینا بوده. بعد اونجا به من گفتن که ریدلی، در واقع ریدلی گفتش که تا تو رو جورج بوش نگه تو نمیتونی باید باشیم. و تازه من فهمیدم، بعد پرسیدن چه اتفاقی افتاد، همش داشتم، یعنی تمام شب داشتیم راجع به این هفت ماه گذشته من حرف میزدیم. و بعد که رفتم خونه تازه تو نیویورک و دیدم این موج‌های مدیا که تازه اون موقع 2008 اصلا اینطوری نبود مثل امروز، ولی گوگل اولین سرچ های گوگل بودم برای 48 ساعت. پدر و مادرم شوکه، پدرم دیگه با هم حرف نمیزد، برادرم حرف نمیزد، مادرم حرف نمیزد که تو چرا این کارو کردی، تو این
تمام این چیزایی که تو ایران ساختی، تو ستاره این مملکتی، چه جوری مثلا گفتم با خودم، گفتم مثلا کاری سر آستین کوتاه، سر بیاسین بودن سر لباس، سر اولین موج مدیاتی که راجب من سر اون شروع شد، یعنی قبل از عکس های دیگه اونجا بود که یهو همه چی ترکید، برای اینکه برای اولین بار بود که بازیگر با چارقد یهو بی چارقد شد و اون ترکید، یعنی اون بعد اون داستان یه حتی بگم بزرگتر از عکس های بعدی بود که 4-5 سال آینده در اومد، یعنی اینو فراموش میکنند مردم که من از ماه شهریور تا عید پدرم با من حرف نزد، شیش ماه پدرم با من حرف نزد تا شب عید بالاخره گوشی رو بهش دادن و گفت سلام بابا جان. گفتم سلام بابا بخیر. و میخوام بگم که فشاری که روی خانواده من و فشاری که اومد واقعا روی من، بین این زمانم فیلم درباره الی داشت میرفت برلین که اونم یه داستانی بود، به خاطر اینکه فکر میکنم بزرگترین ضربه این تبعیدو من اون زمانی خوردم که همکارام احساس کردم که بهم پشت کردن. یعنی ما یک شبی با آذر نفیسی نویسنده فوق‌العاده داشتیم حرف میزدیم، دقیقا اونم همینو گفت، گفت آدم اون شوک و اون ضربه‌ای رو که میخوره از رفیقاش خیلی سنگین‌تر از اون ضربه‌ای که از یه بازجو میخوره یا از یه یه قاضی میخوره، یا سنگینی اون در واقع واپس‌زدگی، ریجکشن، اون چیزی که توی برلین در واقع اون زمانم احمدی نژاد بود، فیلم درباره الی رو توقیف کردن، بعد احمدی نژاد گفت به خاطر اشتباه یک بازیگر ما نمیتونیم یک فیلم رو توقیف بکنیم و فیلمو اجازه دادن بره برلین، و خب اون زمان فکر کنم همه بسیار ترس داشتن از این زمان و دیدین منو کاملا از گروه جدا کردن توی یعنی تو به عنوان بازیگر فیلم رفتی برلین، رفتی فرش قرمز، بچه های فیلم و همکارای سابقت اومدن ولی با تو سلام علیک نکردن و تو رو جدا کردن؟ با تو راه نرفتن؟ نه دیگه، نه نه نرفتن و به هر حال باید فیلم رو نجات میدادن، یعنی من اینو میفهمم و درک میکنم، ولی اون ضربه یک ضربه مهیبی بود به من، یعنی اون اولین بار در برلین مطبوعاتی هم من یه ور بودم، اون میدییتر وسط بود و بقیه همه اون ور نشسته بودن، و خب ببینید من میگم قانون گلشیفته، یعنی یک قانونی گذاشتن بعد از این اتفاق من که اصلا قانون گلشیفته که هر هنرمندی بعد از من اگر کاری بکنه در خارج باید اطلاع بده، این قانون وجود نداشت در قوانین ایران، این قانون رو بعد از من گذاشتن و خب همه دست با چه بودن، هیچ کس نمیدونست چی کار بکنه اصلا با این موضوع، و منم حق بودم، برای که من مثلا پوسنکو، یعنی اون صداهای درباره الی رو که نداشتن و من نبودم که بگم، برای که من ایران نبودم، یعنی فیلم در خطر بود، فیلم درباره الی در خطر بود و همه خیلی تاتی تاتی داشتن راه میرفتن که این فیلمو بتونن نجات بدن، ولی به خاطر اینکه من روسریمو توی رد کارپت برداشته بودم و این چنان دردی در من ایجاد کرد که من اتفاقا همین یک سال پیش اینو متوجه شدم در پراگ با بچه های رادیو فردا، یهو من متوجه شدم که این دردی که به من وارد شده از این داستان اصلا از کجا میاد، انگار درد تبعید من از برلین شروع شد، این برلین، این دیوار بین من، یهو برای اولین بار احساس کردم که دیوار افتاد بین من و رفیقام، من و دوستام، من و همکارام، به خاطر گناهی که نکردم، به خاطر اصلا گناه من اصلا کاری نکرده بودم، برای انتخاب لباست. آره، یه انتخاب لباس به قول خودت که تو چطور جرأت کردی فیلمو به خطر، تو اینقدر خودخواهی، تو اینقدر فلانی، 20 سالی، تو زن و این داستان در من هی پخته شد، هی پخت، انگار که قرمه سبزی رو میذارین جا میفته، آب گوشت رو میذارین شب تو صبح، این هی پخته شد و من میبینم، میدیدم که من دارم انگار که بند زندگی منو دارن با کارد کره میبرن. بعد میدونین تو ایران میگم ما فقط به روشن فکری و به منطق و به ذهنیت زن حمله نمیشه، این بدن زنه که یه نبردگاهه، یعنی من به عنوان بچه 6 ساله که مدرسه میرفتم چارقد گذاشتن رو بدن من، اون مرتیکه که دم مدرسه ای ما آلتشو در می آورد به تمام این بچه های 6 ساله نشون میداد، اون داشت
به همه ماها این کار میکرد. اون کسی که دستمالی میکرد ما رو توی تاکسی، هر اتفاقی که توی زندگی من میافتاد، این روی بدن، این بدن من نبردگاه بود و من این بدن رو باید حفظ میکردم. من تو تاکسی یادمه هر روز مثل یه چیز روزمره، حالا امروز تو تاکسی انگوش میشم یا نمیشم، با مقنعه و روسری. و این بدن رو بود که من باید میکشیدم به این در که این یارو دیگه نیاد روی من و نه به راننده میتونستم بگم نه هیچ. یعنی یه موقعه میدیدم من پنجره رفتم بیرون، ولی خب میگفتیم حالا دست خر کوتاه یا هر چی، ولی در نهایت اون راننده معلوم نبود طرف منو بگیره یا طرف اونو بگیره، یعنی ممکن بود منو بندازه بیرون. من 12-13 آخه یه دختره مثلا 14-15 سال دیگه چجوری میتونم من تحریک بکنم با مقنع و روسری آدم ها رو؟ و این جنگ روی این بدن، این نبردگاه وجود داشت و من مثل همین جاستانی که روی من اسید ریختن، یا من این بدن رو مدام داشتم حفظ میکردم. حالا درسته که به ذهنم، به افکارم، به وجودم به عنوان یه زن داشت تعارض میشد، ولی از طرف بدنم رد میشد. یعنی این در تعارض از بدنم رد میشد و یه جایی واقعا گفتم این بدنی که شما زیر چارقد اینقدر شما رو تحریک میکنه، بذارید من این بدن رو بکنم تو حلقتون، این بدن رو میکنم تو حلقتون، ببینم آیا این بدن تو حلقتون شده هم اینقدر شما رو تحریک میکنه. به قول معروف تو سنگ صبور میگفت طالبا براشون جالب نیستش که فقط میخوان یه باکره رو بهش تجاوز بکنن، برای اینکه کسی که باکره نیست که براشون جالب نیست، اون بکارت، اون پوشش، اونه که اونا رو تحریک میکنه، زیر چادر بودنه که اونا رو تحریک میکنه. اون نبردگاه این چیزیه که این زیره، همون چیزی که اون وزیر اون مامور اطلاعات به من گفت شما با این هیکلتون فکر میکنین کجا میخواین برین؟ این هیکل، آره این تن من، این نبردگاهی که میگم نه تنها از من که از زمان طاهره قرة‌العین 150 سال پیش که روسریشو در آورد، شاعره فوق‌العاده ایران که کشتنشو انداختن توی چاه، تا تمام زنهایی که تو تاریخ میبینیم سوزوندنشون فقط به خاطر این بدن بود. من اتفاقی که برای زر امیر ابراهیمی دوست عزیزم افتاد، این به خاطر تنش بود. این ور آب یه همچون اتفاقی میافتاد معروف میشد مثل کیم کارداشیان، خیلی هم همه حال میکردن با این داستان. اصلا چیزی نیست که بخواد کسی رو از زندگی بندازه و نابود کنه زندگی یه نفر. من تا حالا ندیدم کسی مثلا یه همچین مسئلهی واسهش پیش بیاد و زندگیش نابود بشه. آره، و به مرگ، یعنی خانوادهش تهدید به مرگ بشه. آخه بابا چرا؟ و من گفتم هیله، خب یعنی میخوام بگم که این درد تو ناخودآگاه من و تو بدن من، آره انگار که من در مغز من نبود، این بدن من در فریاد بود، بدن من بود که داشت فریاد میکشید. و وقتی که من جلوی یه دوربینی قرار گرفتم که به من با خودم گفتم اینا توی هر فیلمی که من انقدر نشون بدم، انقدر بیاد بالا، انقدر هر بوسه‌ای باشه، هر بغل، اینا میخوان من رو با کارد کره تمام مفصلامو ببرن، بیان یه بار بذارین زیر گیوتین، ببرین بره، منو ول کنین، ول کنین این بدن منو. از چی میترسین؟ از این بدن؟ چه این فلاکتی که به زن آوردین، از این بدن اینقدر میترسین؟ آخه این اتفاقی برای مهسا مرد، برای بدن، برای این مو مرد، مهسا رو کشتن، این بچه های ما رو کشتن به خاطر این بدن. آخه و میگم این بدن رو حالا که شما این همه سال زندگی منو دستمالی کردین، به هم تعارض کردین، تمام اینا، حالا یه بار من شما رو بهتون حس بدی میدم چون شما نمیخواین بدن لخت منو ببینین، چون شما تحمل دیدن بدن لخت منو ندارین، چون اولا انقدر براتون جالب نیست و تهدیدتون میکنه، این بدن شما رو تهدید میکنه که اینطوری باز و یواشکی نیست، میذارمش ببینین از چی میترسین. خیلی ها فکر میکنن تو اصلا این قضیه عکس های اگویست که گرفتی، اینا رو گرفتی بعد رفتی توی بادی آف لایز با لئوناردو دیکاپریو و اینا هم بازی شدی، در صورتی که تو با روسری و چارقد و
حجاب درست. توی ایران این فیلم‌ها رو بازی کرده بودی و اونا هم تازه در آورده بودن این صحنه‌ها رو. این فکر می‌کنم چندین سال بعد اتفاق افتاد. بله تقریبا آره دیگه 2008-2014 6 سال بعد یعنی در واقع میشه یه تو دهنی بوده. من فکر می‌کنم انقدر که این موضوع توی ایران فکر می‌کنن مسئله بزرگیه، این طرف اصلا مسئله بزرگی نیست. یعنی اینکه حالا این خیلی بدن یک چیز عادیه، آدما مثل یک چیز عادی، نبردگاه نیست، به هر حال آدما جنگ نمی‌کنن روی بدن زن با هم دیگه و قدرتشون رو به رخ هم دیگه نمی‌کشن. اینجا این مسئله اصلا مسئله مهمی نیست، اصلا یه روزمره است، یعنی یک هنریه، همین مثل تمام این مثل یه جوک میمونه. یعنی نه، این سالها بعد اتفاق افتاد و میگم یک فریاد تن من بود. ولی فکر میکنم بعدش، حالا درسته که حملات ارزشی ها و سایبری ها و اینا همچنان ادامه داشت و هنوزم ادامه داره و هیچ وقت هم تموم نمیشه، چون اینا کارشون اینه، حقوق میگیرن سرش، ولی اون بخش جامعه که نگاه منفی داشت به این قضیه هم نگاهش عوض شد. یعنی اینجوری پذیرفتن که نه دیگه، این خودش اگر یه همچین چیزی رو انجام داده تمام ریسکاشو پذیرفته و این همین شجاعتی که این کارو کردی، این شجاعته برای اینکه به نظر من تو برای اینکه یه تو دهنی به کسایی بزنی که بدنت رو بازیچه خودشون کرده بودن، ریسک بسیار بزرگی کردی و شجاعتی رو از خودت نشون دادی که شاید از عهده هر کسی خارج نبود. کلمه سینه چاک که ما داریم، افسار، گسیختگی، اینا میگم به نظر من فقط این یک هدیه کوچیکی بود که من میتونستم به زر بدم. یعنی این واقعا میگم یک درصد خیلی بالایش زر بود که الهام من بود و زندگی که براش پیش اومد و در واقع این تبعید منم به خاطر این تن دیگه. یعنی من این درد بزرگو کشیدم، اگر من مرد بودم میتونستم در تبعید نباشم، میتونستم ایران باشم و در واقع همونطور که خیلی از بازیگرای الان در حال حاضر داخل ایران میرن فیلم بازی میکنن، مادر اصلا مسئله ای نیست، ولی میگم دیگه این تن به این نازکی نحیفی آدم میگه آخه به خاطر این. حالا من که تو تبعیدم، مهسا رو کشتن، بچه های ما رو کشتن به خاطر تنشون و ما میگیم آره درسته مشکل ایران که فقط این نیست، مردم گرسنن، بسیار گرسنن، مشکل اقتصادی داریم، مشکلات بسیار عمیقی داریم، ولی فاوندیشن بیس جمهوری اسلامی روی این له کردن این تن بنا شده. یعنی اینا اگر که حجاب آوردن اول گذاشتن، ما توی همین فیلم لولیتا در تهران میبینیم قشنگ پروسه‌ای که طی میشه، اینا حجاب و اجباری میکنن، چه جوری میشه فلان. این فاوندیشن میبینین وقتی که با این چوبا میان یه درو میخوان باز بکنن، این چوبو باید به یه نقطه بزنن، هی به یه نقطه بزنن. شما میخواین چا بکنید، باید یه جا رو بکنید. این مسئله فاوندیشن، شما میخواین به فقر اعتراض بکنین، به کجای فقر میخواین اعتراض بکنین؟ یعنی کجا رو میشه زد بگیم ما الان داریم فقر رو میزنیم، داریم اقتصاد. این داستان فاوندیشن، این اون دیواره است. یعنی شما اگر این ساختمون افتضاح این حکومت که اصلا هیچیش به هیچیش نمیخوره، همه چیو داره خراب میکنه، این بیسش رو اگه خراب با، یعنی مسئله زن اگر که حل، یعنی برای همینه که من فکر میکنم ماها همه اینقدر مهسا، انقلاب مهسا اون فاوندیشن بود، اون زن بود و منی که منفجر شدم بعد از این سالهایی که اصلاً پوزیشن سیاسی نگرفته بودم، حرف سیاسی نزده بودم، اینستاگرام هم یه اینستاگرام خیلی ساده بازیگر، اصلا نمیخواستم بیشتر مسائل اجتماعی، مسائل من میدونم دیگه، یکی از دلایلی که نمی اومد و مصاحبه مثلا نمیپذیرفت همین بود، میگفتش که میگفت من چی بگم، چیزی ندارم، من از بازار ایران، مارکت ایران، سینما ایران دور شدم و همش فیلمام خارجیه، حرفی هم ندارم، این فیلمام شاید برای مخاطب ایرانی علاقه من نباشن، دوست نداشته باشن، من عاشق مردم ایرانم، قلبم براشون میتپه، ولی شاید اونا نه. عجب. ولی نه همه مردم وطن قلبشون برات میتپه و تو رو با تمام وجود به عنوان هنرمند مردمی قبول دارم. یه سر بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم راجع به یه موضوع دیگه.
چون صحبت کردی راجع به مهسا و انقلاب مهسا و مردم و این خیزش انقلابی مردم وطنمون که دوران بسیار تلخ و دردناکی بود برای بسیاری از ماها، ولی تو به عنوان یکی از هنرمندان مردمی به معنی واقعی کلمه خیلی مایه گذاشتی در این مدت، یعنی پست‌هایی که می‌ذاشتی، مطالبی رو که به زبان فارسی بود رو می‌شستی به زبان انگلیسی و فرانسه دو زبونه کامل، مثلا 20 دقیقه حرف زدن دو نفر آدم رو برای اینکه مخاطب خارجی بفهمه چه اتفاقی افتاده ترجمه می‌کردی که بدونن تو کشورت داره چه اتفاقی می‌افته، یعنی تو واقعاً سینه چاک و قلب در دست همراه هموطنات مبارزه کردی و صداشون بودی و صحبتات مصاحبه هایی که دادی همه یعنی ما هیچ کدوم که فراموش نمی کنیم، مردم هم فراموش نمی کنن و همه یادشون هست، میدونن که تو هنرمندی هستی که پلی بودی برای انعکاس صدای هموطنات و همچنان هم این پل هستی و میمونی. ولی خب از اون اتحاد و اون جمعی که شکل دادین با هم، تو به عنوان یکی از هنرمندان و بقیه دوستان، این چی شد؟ چرا نتیجه نگرفت؟ چرا به نتیجه نرسید؟ تو چه جوری از میانه راه جدا شدی یا مسیر رو تو عوض کردی؟ یکم راجع به این بگو. قبل از اینکه وارد اون بشم بگم که این اتفاقی که افتاد، من واقعا اصلا نفهمیدم چطوری من وارد نفهمیدم چجوری این دستای من این تلفن رو گرفتن و رفتن روی اینستاگرام و شروع کردن به ریپوست و پست و ترجمه و تمام این چیزایی که میگی. یعنی من فکر کنم چند هفته طول کشید تا من اصلا فهمیدم، یهو انگار که پشتم رو نگاه کردم این صفحه اینستاگرام رو نگاه کردم گفتم چی شد، یهو ترکید اصلا، یعنی انگار که من نبودم، انگار که یک موجودی از درون من، اون فر اون تنم اومد گفت اینو نمیشه قبول کرد، این اتفاقی که برای مهسا افتاد، برای نیکا افتاد، برای حدیث، سارینا، تمام این بچه‌ها غیر قابل قبول شدنه. یعنی این دیگه انگار که اون پری بود که اومد آروم اینطوری نشست رو پشت این شتر، این شتر رو کمرش رو شکست. یعنی اون اتفاق انگار که همون دردی بود که آره این انقلاب یه انقلاب شخصیه، همه ماها یک داستان شخصی داریم با این انقلاب، یعنی یک چیز انتلیکتوالی روشن فکری، نه این یک داستان شخصی اتفاق افتاد در همه ماها. و خب اولی که این داستان شروع شد، من یادم، من آفریقای جنوبی بودم، خبرش اومد، گفتم ای بابا اینا باز دوباره یک آدم بیگناه دیگر رو معلوم نیست چیکار کردن. ولی نمیدونم از اون لحظه تا اون موقعی که دو روز طول کشید فکر کنم که مهسا رفت، انگار که یه چیزی اومد طوری فشار داد روی این سینه من، قلب من، و یه چیزی منفجر شد. فکر میکنم همه ماها منفجر شدیم. و خب رقم‌های روی اینستاگرام، یعنی آدم‌هایی که می‌بودن این صفحه رو می‌دیدن، نزدیک 350 میلیون، یعنی رقم‌های خیلی بالایی بود روی صفحه من، به خاطر اینکه صفحه من یک صفحه خبری نیست، نبود. و خب همحال بسیاری آدم‌های این بین‌المللی میان روی این صفحه و من اون چیزایی که ترجمه می‌کردم و اونا نمی‌تونستن جای دیگه پیدا بکنن، و این صفحه من واقعاً تبدیل شده بود به یک پلی که نمیتونستم ولش بکنم. و من اینجا مثل شما یه تیم ندارم پشت این داستان آدم ها. من تنها یک نفر، من، یعنی من میدونم صبح رو اینستاگرام، شب و کدوم ویدیو و این دنبال این چیزا گشتن، ترجمه کردم، من خواب نداشتم، خوراک نداشتم، بعد تمام کله من که اصلا من آدم سوشال مدیا نیستم و نبودم، یعنی من اصلا نه اهل ستوری گذاشتنم، نه لایف میرم، اصلا من نیستم با این داستان ها، ترجیح میدم با کارام با مردم حرف بزنم تا مستقیم با مثل همین الان کاری که داریم میکنیم. و خب این ادامه پیدا کرد و همه یک سری عزیزان دیگه هم داشتن همینطوری با من میجنگیدن با این داستان و سعی میکردن صدای مردم رو انعکاس بدن. و خب به طور اتوماتیک آدم ها به هم وصل میشن و ما یه دیاسپورایی هستیم، به هر حال همینطور که میگم با هم دیگه در کنار هم هستیم. منتها خب تفاوت من و علی کریمی این بود که ماها
از دل ایران من گل شیفته شدم و علی هم علی کریمی. ماها این بر آب من گل شیفته نشدم علی علی کریمی. ما تو دل ایران مردم تو دل ایران مردم. تو دل مردم در واقع بودیم و هستیم و خب رقم‌های بالایی از مردم مخاطب ماها بودند و در واقع من احساس میکردم من و علی و خب اتفاقی که برای علی داشت میافتادم خیلی ترسناک و وحشتناک بود واقعا. اون اول این پل الان یعنی علی وارد این پل شد نگذشته هنوز اصلا از این پل و ماها یک جوری ارتباطی شدیم پلی شدیم در واقع من فهم کنم من و علی بین مردمی که صداشون انگار که صدای ایران زیر صدا خفه کن بود و مردم شنیده نمیشد و این طرف آب و حالا دوستانی که این طرف شاید اونقدر مخاطب نداشتن ولی یهو ماها گفتیم با جمع شدن ماها این یک اتحادی داره به وجود میاد با تمام آدمهایی که اعتقادات مختلفی دارن. من خب خیلی همه دیگه فکرم تا الان با این فوشهایی که من خوردم همه میدونن خب من پدرم آره گرایشات چپ داشته و خب خیلی ولی خب نمیشه که من داشته باشم ولی به هر حال هر آنچه که ما هستیم ما میتونیم در کنار هم قرار بگیریم برای اینکه میتونیم به هم احترام بذاریم به خاطر اینکه همون پدر هم تو و دوستان و همفکران پدر تو هم هموطنان ما بودن معلومه. و هستن بله. پس بنابراین ما اگر نتونیم به عنوان هموطن کنار هم دیگه با تفکرات و ایده ها و نظرات و سلایق مختلف بایستیم مبارزه کنیم شادی کنیم برقصیم بخندیم خوش باشیم که چجوری اصلا میتونیم؟ تفاوتامون رو جشن بگیریم. ما میتونیم با هم دو تا اختلاف داشته باشیم ولی با هم نون و نمک بخوریم چرا که نه. یعنی تو میتونی اصلا یه اعتقاد داشته باشی که من اعتقاد نداشته باشم ولی دلیل نمیشه که تو دشمن منی که اینا ما با همیم و ما همیشه میگم ما ایران کشوری که دو کشتی و وزنه برداری همیشه اوله ولی تا کار تیمی پیش میاد نمیشه انگار که ما نمیتونیم تفاوت‌های همدیگر رو سخت میتونیم بپذیریم و من همیشه میگفتم آقا ما یک دیوی جلومونه این دیو خیلی بزرگه خواهر برادرامون گروگان این دیوان ما وقتی که اون دیو وجود داره نمیتونیم راجع به اختلاف نظرمون بشیم حالا با شادی صحبت بکنیم شما نظرتون چه من اختلاف دارم برو بمیر تو اصلا ولش کن اون دیوه داره بچه‌ها رو میخوره داره اعدام میکنه داره کور میکنه داره میکشه اصلا ماها وقت اینو الان نداریم تا زمانی که اون هست که اصلا بیایم بگیم اعتقاد من این اعتقاد اون اگه تو به من اعتقاد نداری تو برو بمی تو اصلا وجود نداشته باش یعنی این چنین اتفاقیه که افتاد ما اصلا ما نمیتونیم این هزینه رو نمیتونیم بدیم زمانی که یک مملکت گروگان این هیولان ما این هیولا بزرگتر از ماست قدرتش زیاده اسلحه داره پول داره ما نمیتونیم این کار بکنیم. داستانی که سر فوتبال اتفاق افتاد آره همونطوری که تو میگی فوتبال آره به نظر من فوتبال یک مسئله خیلی جدی بود در این اعتراضات که از روز اول هم تمام فکر میکنم دست اندرکاران صدا و سیما و کسایی که درگیر این ماجرا بودن میدونستن جلسه داشتن یعنی از اون روزی که مهسا کشته شد و اعتراضات شروع شد اینا تمام نگرانشون بود که ما تو جام جهانی چه خاکی تو سرمون بریزیم چیکار کنیم این جمعیت و این جمعیت معترضین اگه 1% شبیه ایران و استرالیا یا شبیه ایران و آمریکا جمعیت بیاد بیرون اینا کنار هم دیگه قرار بگیرن این همبستگی شکل بگیره چی میشه فرداشو چیکار می‌خوایم بکنیم پس فردا نمیگیم مثلا کلا همه چی عوض می‌شد و تموم می‌شد نه ولی خب خیلی چیزا فرق می‌کرد دیگه شجاعت تکثیر میشد و این تکثیر شجاعت یکی از مسائلی بود که اونا نگرانش بودن. بعد آدما همدیگر میدیدن من میخوام بگم اون هیولا برنامه داره اون هیولا برنامه داره ولی اینکه قشر خاکستری و جوونا که قشر خاکستری نیستن کنار هم قرار بگیرن و یهو ببینن ما دست تو دست هم چه کیفی داره چه مزه‌ای داره آزادی. آره ما داریم برای شرایط اقتصادی بد می‌جنگیم آره ما دردمون فقط حجاب نیست ولی نون نداریم بخوریم این مملکت داره از درون میپاشه طبیعتش داره میپاشه معماریش داره میپاشه جوونا روح مردم روح ایران داره از هم میپاشه ما داریم برای این چیزا می‌جنگیم این بهشت اجباری برای نخبه‌های
تا زمانی که باید بتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم. و آره، و ما تا زمانی که اینجا من و شادی باز نشستیم راجع به اینکه تو چی فکر میکنی، من چی، من بزرگ که انقدر بزرگم با نفس بزرگم، اگه تو مثل من فکر نمیکنی برو اصلا. ای بابا، ما اصلا تا زمانی که اون هیولا هست نمیتونیم این کار بکنیم. و من فکر میکنم ماها یه موقعی تو جزئیات گیر میکنیم و زمانی که درگیر جزئیاتیم، درگیر نفسمونیم، درگیر اون چیزایی هستیم که به ایگومون، به نفسمون بر میخوره. در زمانی که 30,000 نفر تو زندانن، آدما توی جوخه اعدامن، یعنی دارن آدما رو میکشن، آخه تو چجور میتونه چیزی بهت بر بخوره وقتی که جون آدما در خطره؟ یعنی من وقتی که جون خواهرم، برادرم، رفیقم در خطره، من وجود ندارم. من فقط میتونم یه ذره‌ای باشم که اونو نکشن. اینی که من به چی اعتقاد دارم، اینو میخوام، چپو میخوام، راستو میخوام، اونو میخوام، اصلا اهمیت نداره. من اول باید اون خواهرمو حفظ بکنم تا بعد ببینم چی میخوام. درسته. یعنی اینا رو باید بکشم از دست تا اون جایی که میتونم، تا بعد بشینم جنگ بگم. حالا میگن نه، باید بتونیم با هم صحبت کنیم، فلان بکنیم. آره، در زمانی میتونیم صحبت بکنیم که این همه آدم پای جوخه اعدام نباشن. و خب معلومه این صحبت ها میپاشه، همه چی از هم میپاشه و ما باز میشیم قهرمان های وزنه برداری، کشتی. خیلی هم خوبه، ولی خب فوتبالمون هیچ وقت از دوره اول نمیتونیم بریم دوره دوم، دوره سوم نمیتونیم، برای اینکه آقا پاس نمیدیم به هم، گل نمیزنیم، جای درست قرار نمیگیریم، مدام آفساید میگیرن ازمون. آخه من برای همین میگم، اینی که در نهایت من و علی احساس کردیم که ما که این پل هستیم، این پل هم میمونیم و ماها مال مردم ایرانیم، چه ما رو دوست داشته باشن چه نداشته باشن، ما بچه های ایرانیم. من اونجا زندگی کردم، اونجا گلشیفته شدم، علی همینطور، و ما این پل میمونیم و ما این انقلابو به ثمر میرسونیم. برای اینکه تا زمانی که این هیولا سر کاره، تا زمانی که اون بچه‌ها تو زندانن، تا زمانی که اعدام وجود داره، تا زمانی که آتیش میسوزه، آب روونه، انسان دنبال آزادیه، ما به این آزادی میرسیم و جونمونو میدیم. من حتی اگر که نرسیم، من جونمو میذارم تا زمانی که ما به این آزادی برسیم. انعکاس صدای مردم ایران، ما هیچی نیستیم. اگر اتفاقی قرار باشه تو ایران بیفته، توی دل ایران میفته، از دل ایران میفته، از دل زندانهای ایران میفته، از دل جوانهای ایران. انقدر آدمهای حسابی توی مملکت هستن که میتونن مملکت رو به دست بگیرن و ادارش بکنن. هیچ اتفاقی قرار نیست از ماها قرار نبوده ماها کاری بکنیم. ما تنها کاری که کردیم این بود که بلندگو شدیم، این جاهای فریاد کشیدیم، انعکاس اون چیزی که اونا گفتن، حتی نه صدای خودمونو، یعنی ما حتی صدای خودمونو نگفتیم. ما اصلا نباید صدای خودمون رو، اصلا صدا نداریم، ما صدای نداریم، ما صدای مردم کشورمون هستیم که صدا ندارن. ما در واقع میشه گفت زندگی و شرایطمون فرق میکنه. ما باید شرایط هموطنامونو در نظر بگیریم و صدای اونها باشیم، همونجوری که داری میگی و درست داری میگی. آره، و همین. و الانم هر آنچه که هستیم هستیم. من تا زمانی که زنده ام ایرانی ام. من نوروز، شب یلدا، تمام من زندگیم با زعفرون این ور اون ور میرم. تمام دوستان میگن برامو تعدیق درست کن. من خودم یه ایران متحرکم، یعنی من نمیگم سفیرم، ولی من خب ایرانم. تو دختر ایرانی، من دختر عزیزه. ایرانم و با خودم ایرانه و ملت و اون مهره که در ایران زندگی کردم، در کویر ایران، در سفرهای ایرانو. برای من ایران تهران نیست، برای من ایران ایران اقوامی که سالهای سال، هزاران سال در کنار هم، تفاوت‌هاشون رو در کنار هم زندگی کردن. این یعنی ایران. ایران یعنی اقوامی که با وجود تمام تفاوتشون ایران بودن. ایران و ایران، ایران خواهد بود و ایران آزاد خواهد. بسیار زیبا. هر چقدر هم با هم صحبت بکنیم که کلی حرف داریم و تموم نمیشه و ما هم سیر نمیشیم. ولی چون به هر حال تو علاوه بر این که در زمینه سینما خیلی هنرمند خوب و موفقی هستی، ولی در واقع موزیسیانی، یعنی موزیک خوندی، موزیسیان، هیچ کس نداره، در واقع میشه گفت موزیسیانی هستی، بازیگر شدی، که بازیگر شدی، بازی میکنی. آره، بازی میکنی.
ما کوتاه نمیایم. تو چون موزیسین هستی باید یکی از آهنگ هات رو که آهنگ خودت هم هست و فکر میکنم بچه‌ها تو ایران ساختن رو با بچه های بند ما اجرا بکن که همه با هم دیگه حال بکنیم از هنرت. رحم کنه دنیا به من. قربونت برم. صدای زیبا هم روح و قلب و انسانیت و همه چیت هم امیدوارم که همیشه موفق باشی، همیشه شاد و سلامت باشی. این برنامه ویژه‌ای بود که برای شما دوستان در نظر گرفته بودیم. اولین قسمت فصل پنجم بود. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو می‌خواید به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، فقط در یوتیوب من میتونید این قسمت رو نگاه کنید. از قسمت‌های بعدی میتونید برگردید روی همون یوتیوب MBC پرژه، ولی این برنامه ویژه روی کانال یوتیوب من هست که اینجا میتونید آدرسش رو ببینید. کانال تلگرام هم که هست و در رابطه با برنامه هم اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد یا سوالی دارید میتونید در رابطه با این برنامه زیر پست مربوط به برنامه امشب توی اینستاگرام شادی جان و توی اینستاگرام من نظرتون رو بنویسید. دم همگی گرم. شبتون بخیر.